طرح سالمسازی و ارتقای امنیت روانی محیط کار طرحیه که از چند روز پیش از سوی شهرداری تهران به منظور حفظ جایگاه والای زن و افزایش بهره‌وری کارای اونا اجرا شد. ما اساسا بحثی به عنوان تفکیک جنسیتی توی شهرداری تهران نداشتیم. شهرداری تهران بر حسب در واقع وظیفه‌ای که داره در ارتباط با مقام و منزلت زن و خانواده و تکریم این مقام و منزلت زن، تسهیل در فضای در واقع کاری خانم ها برای اینکه استعدادها درست شناسایی بشن، سر جای خودشون قرار بگیرن. این طرح مال امروز و دیروز نیست و بر اساس در واقع مصوبات مختلفی هم که توی نظام جمهوری اسلامی ایران هم از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامه‌های متعدد وزارت کشور که اولین بخشنامه برمیگرده به 27 سال قبل و 25/4/92 بخشنامه وزارت محترم کشور، می‌بینید به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده. از در واقع جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تا حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه و تمام وزرا، صدا و سیما همینطور و دکتر قالیباف شهردار محترم تهران، که این مصوبه دستاویزی قرار گرفت واسه یه حمله به شهرداری، چون که به هر حال شهرداری یکی از مصادیق جدی مدیریت جهادی توی کشور از دید مقام معظم رهبری که تکریم کردن و این حرکت رو به هر حال دیدن. همین حجمه ای که صورت گرفت و به اینجا در واقع رسانه ها رسوندنش که شهرداری میخواد خانم ها رو اخراج کنه و کار بیکار بکنه، ما در مقابلش این رو مطرح میکنیم که بیش از 10% مدیران شهرداری تهران، خصوصا مدیران ارشد شهرداری تهران، خانومن. شهرداری تهران هیچ خانومی رو از هیچ شغلی محروم نکرده.